رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با تبریک روز جهانی کارگر به کارگران و زحمتکشان ایران و با تقدیر از مبارزه و ایستادگی آنها علیه ستم و بهره‌کشی و انواع تحمیلات ضد انسانی و ضد کارگری رژیم ولایت فقیه گفت: به رغم تمامی سرکوبگری ها و ستم ها، کارگران و زحمتکشان ایران در سال گذشته اعتصاب ها، اجتماعات اعتراضی، بستن جاده ها و گرد همایی افشاگرانه در برابر مجلس یا ریاست جمهوری ارتجا را پیش بردند. از این نظر سال گذشته سال گسترش اعتراضات و اشکال تعرضی مبارزات کارگران ایران بود. سه ماه اعتراض پی در پی کارگران فولاد زاگرس قروه، اعتراضهای مستمر کارگران کیانتایر در تهران، اعتصابها و تجمعات 4000 کارگر قراردادی مجتمع فولاد خوزستان، اعتصاب 2000 کارگر شرکت گاز نیوجسی در اصلویه، اعتصاب 2000 کارگر معدن چادرملو در اردکان یزد، اعتصاب موفقیت آمیز کارگران شرکت قطعات توربین شهریار و اعتراضات کارگران تراکتورسازی تبریز، پولی اکریل اصفهان، کشت و صنعت کارون، معدن سیرجان و بنیان دیزل تبریز و کارگران پیمانی پتروشیمی رازی خوزستان نمونه هایی از این جنبش تحسین برانگیز است. خانم رجوی گفت: حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری، حق برگزاری اعتصاب و اجتماع اعتراضی، امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آن، الغای نظام قراردادهای موقت و سفید امضا، برچیدن بنگاه‌های کاریابی مدافع کارفرمایان، برقراری بیمه بیکاری و بیمه عمر، بالا نبردن سن بازنشستگی، تأمین جانی کارگران در برابر کارهای سخت در معادن و رفع تبعیض‌های جنسیتی در وضعیت اشتغال و تخصیص حقوق و مزایای زنان کارگر، منع بردگی کار کودکان خیابانی و لغو تبعیض جنسیتی علیه زنان کارگر، تماماً حقوق ضایع شده کارگران ایران است که به دست آوردن آن در مبارزه متحد و پیگیر کارگران در پیوند با مقاومت عموم مردم ایران برای کسب آزادی و دموکراسی و سرنگونی رژیم حاکم امکان پذیر است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر درباره فشار طاقت فرسای دیکتاتوری آخوندی به مردم محروم ایران خاطر نشان کرد: بحران اقتصادی عمیق و فراگیر کنونی و شروع دومین مرحله قانون ضد مردمی حذف یارانه ها شرایط هولناکتری را بر کارگران و عموم مردم محروم تحمیل کرده است. این بحرانی است که به طور مستقیم توسط رژیم حاکم و قبل از هر چیز به خاطر هزینه های هنگفت سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و جنگ سوریه و دخالت در عراق و نیز چپاولگری بی حساب سران حکومت ایجاد شده و قربانی اصلی آن کارگران ایران هستند. به نحوی که تقریبا تمام کارگران ایران در زیر خط فقر قرار گرفتند و حداقل دستمزد رسمی که برای کارگران تعیین شده 1/4 خط فقر است. امنیت شغلی از نیروی کار ایران و به طور خاص از کارگران سلب شده. دست کم 70% آنها حتی به گرفتن حقوق ماهانه خود اطمینانی ندارند. فاصله حداقل دستمزد کارگران با خط فقر آنقدر زیاد است که کارگران ایران را
به یکی از ارزانترین نیروی کار جهان تبدیل کرده، آن هم در کشوری که یکی از پرتورمترین کشورهای جهان است. به علاوه ناتوانی کارفرمایان از تأمین هزینه چند برابر شده انرژی و نداشتن نقدینگی، هر روز عده‌ای از کارگران را بیکار می‌کند. آنها عملاً حق نامشروط اخراج کارگران را به دست آوردند. کارگران در اغلب زمینه‌ها از حقوق حقه خود محرومند. بهره‌کشی از کارگران ایران بر طبق قانون جنگل است و هیچ حدی نمی‌شناسد. کارگران به اصطلاح بیمه شده 3/4 هزینه درمان را باید خودشان بپردازند و کم نیستند کارگرانی که مثل کارگران اخراج شده لوله‌سازی خوزستان از فرط گرسنگی به فروش کلیه خود مجبور شدند. در این میان از یک سو زنان کارگر بیش از همه قربانی اخراج‌ها، تحمیلات ضد کارگری و دستمزدهای پایین شدند و سوی دیگر حداقل 3 میلیون کودک کار که در اساس کودکان خانواده های کارگریند از مظاهر دردناک ستم و اجبار و غارتگری حاکم بر ایرانند که هر ایرانی آزاده و شرافتمندی را به مبارزه برای پایان دادن به حاکمیت ولایت فقیه، یعنی منشأ تمام این تیر روزی ها برمی انگیزد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به جنبش کارگری و کارگران مقاوم و اعتصابی در زندان های رژیم، از مردم و به ویژه جوانان ایران خواستار همبستگی با کارگران مبارز شد و از همه آنها خواست که با الهام از مقاومت پیشتازان دلیر اشرفی، مبارزه و پیکار علیه استبداد خونریز و غارتگر حاکم را گسترش دهند.